خوش آمدید باز دوباره به جلسه کتاب مقدس در روزهای چهارشنبه. همه شما عزیزانی که برنامه را از طریق اینترنت میبینید، شما که از طریق تلویزیون میبینید، یادتون باشه میتونید برید توی rezosafa.com/livestream و از این طریق شما بتونید این برنامه رو نگاه بکنید و به ما بپیوندید. روزهای چهارشنبه زنده است این برنامه و بعد از این برنامه ما سوال و جواب داریم از طریق اسکایپ. میتونید برید توی اسکایپ من، تقاضای دوستی بدین نجات تیوی و بعد سوالهایی که دارین میتونید بپرسید. خیلی از شما از طریق فیسبوک از من سوال میکنید، متاسفانه من وقت ندارم که بشینم به شما عزیزان جواب بدم. کمبود من، کمبود وقته، بزرگترین چیزی که الان احتیاج داریم وقته. اینی که ولی میتونید چهارشنبه ها به ما بپیوندید، همین ساعتی که الان در تهران هست، اگه یکی بنویسه برای ما تو اینجا توی چت چه ساعتی میشه به وقت تهران که شماها بتونید به ما بپیوندید روزهای چهارشنبه، برین توی اینترنتتون و از طریق اینترنت وصل بشین به ما. من اینو مینویسم که شماها ببینید، اینو بتونید بنویسید، بتونید کجا برید. این من مینویسم اینو براتون اینجا توی خط به نام www.rezosafa.com/livestream. Javier, remind me, we need to get a pen for this. iPen, whatever it's called. My finger sticks and it's hard to write. اینو بنویسید، آدرس رو www.rezosafa.com. اینو فراموش نکنید، همه یه خطه. اینجا فقط جا نمیگیره، من اینجا نوشتمش. rezosafa.com/ یادتون نریم، /livestream. این بریم توی اینجا و به وقت تهران. اینجا یکی نوشته بهزاد جان ساعت 9:30 شبه. اینه که شما عزیزان میتونید برید روزهای چهارشنبه ساعت 9:30 شب به وقت تهران میتونید به ما بپیوندید و بعد از برنامه میریم توی اسکایپ نجات تیوی. همه شما هر سوالی دارید از انجیل میتونید زنده بپرسید این سوالا رو. ولی خدا رو شکر ما تا ماه آپریل سال آینده اکثر برنامه هامون زنده میشه. تلویزیون نجات برنامه هاش از سال آینده، از آپریل سال آینده اکثر برنامه های روزانه ما زنده میشه و میتونید مستقیم زنگ بزنید و یه سیستم تلفنی ما داریم درست میکنیم که دولت ایران هم نمیتونه جلوشو بگیره. بهشون پیشنهاد میکنم اگه ببینن بتونن جلوشو بگیرن. میخوایم اینو تست بکنیم. وقتی ما از شما زرنگتریم، قوت ما از شما بیشتره، بهتون قول میدم. اینه که ماه آپریل اینو خواهیم دید که حرف من درست یا اشتباه میکنم. منظور به این که ما میتونیم برنامه های زنده باشه و تلفن زنگ بزنن افراد و خدا رو شکر میکنم به خاطر همه شما. با یه دعا شروع میکنیم و جلسه‌مون رو ادامه میدیم. خداوند، تو رو سپاس میگم در نام عزیز عیسی مسیح به خاطر این فرصتی که به ما دادی، فیضت که بر روی زندگی ماست که ما بتونیم کلام تو رو با قوت پخش بکنیم. و میطلبیم در نام قدوست که همه خواهر برادران عزیزم در هر جایی که هستن این برنامه رو میبینن قوت بهشون عطا بکنی، چه از طریق اینترنت چه از طریق تلویزیون. میطلبم در نام قدوست که فهم روحانی به ما عطا بکنی تا در کلام تو رشد پیدا بکنی. در نام عزیز عیسی خداوند میطلبم، آمین آمین. من یه چیزی میخوام به شما اعلام بکنم که همونطور که میدونید من دیگه دعوتنامه هیچ گروهی رو قبول نمی کنم. یکی از دلایلش وقت منه، یکی از دلایلش این که من
متوجه شدم که تعالیم اشتباه زیاده بین کلیساها. یکی میگه نبایستی به زبانها تو کلیسا دعا کرد، یکی میگه نبایستی، همه شفا نمیبینن، یکی میگه سه تا تثلیث، یکی میگه شش تا خدا، هر کی یه حرفی میزنه. منظور به این که من تو خیلی از این جلسات که رفتم، کنفرانس ها که رفتم، تعلیممو میدم و بعد از اینکه برمیگردم میبینم ای بابا اینا برمیگردن به همون چیزی که قبلا داشتن، به همون طرز رفتار و طرز فکر، و این عزیزان از کلام میافتن. اینه که از حالا به بعد فقط و فقط به کلیساهای خودمون، کلیساهایی که داریم شروع میکنیم الان، ما کلیسای نجات یکی دو تا کلیسا در لس آنجلس و یکی در ترکیه است، و با امید خدا میخوام یکی دیگه هم باز بکنیم در ترکیه، و همچنین یکی هم در نروژ، در اسلو. شما عزیزانی که این برنامه رو میبینید و در اسلو هستید، ما هفته پیش یک کلیسا در اسلو باز کردیم و تعداد عزیزان جمع شدن و اونجا جلسه شروع کردیم. هر جلسه‌مون هر جمعه هست، میتونید بنویسید برای ما و ما اطلاعات رو به شما میدیم. برید توی به ایمیل من بزنید reza@rezasafa.com و من براتون تلفن و آدرس و همه چی رو مینویسم. توی کلیسا ما اونجا جمع شدیم رسمی، از هفته پیش شروع کردیم، هر جمعه ما جلسه داریم اونجا، و شما عزیزانی که بخواد به ما بپیوندید خیلی خوش اومدید. آرزوی من اینه که در هر شهر توی اروپا و توی خاورمیانه ما یک کلیسای فارسی زبان نجات باز بکنیم. افراد دیگه هستن که اسم نجات رو استفاده میکنن، به ما هیچ ربطی ندارن. منظور به این که کلیسای نجات دو تا فقط در لس آنجلس، کلیسایی که ما زیر سرپرستی من به عنوان شبان، دو تا در لس آنجلس، یکی در ولیه، یکی در گلندیل و یکی در ترکیه هست، در شهر سارکاریا، و بعد در شهر کایسری هم داریم شروع میکنیم به امید خداوند، و بعد یکی در نروژ. این چهارتا کلیسای ماست. کلیسای دیگه به ما هیچ ربطی ندارن، افراد شبانهای دیگه هستن، خدا رو شکر به خاطر همشون. منظور به این که کلیسای نجات فقط این چهارتا هستن، و شما عزیزانی که بخواید بپیوندید به گروه نجات، گروه کلیساهای بین المللی نجات، میتونید با من تماس بگیرید. بعد از یه مدتی که من شما رو شناختم و دیدم که واقعا شما قلبتون خدمت، هیچ هدف دیگه ای ندارید، بعد میتونید به ما بپیوندید و به سرپرستی خود من شبان شما میشم، و بعد شبان محلی هم خواهیم داشت، همینطور که در سارکاری الان بهنام و بهزار جان شبان ما هستن اونجا و کمک میکنن. منظور به این که شما اگر علاقه دارید بپیوندید به کلیساهای نجات، به کلیسای ما، میتونید با من در تماس باشید. خدا رو شکر میکنیم. میخواییم ادامه بدیم به تدریسمون که در چند هفته شروع کردیم راجع به نیکی مطلق عیسی مسیح. نیکی عیسی مسیح که شده نیکی ما. در دوم قرنتیان باب پنجم آیه 21 میفرماید، دوم قرنتیان باب پنج و آیه 21 میفرماید: زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. یا در ترجمه جدید میگه تا ما مثل خود خدا کاملا نیک شویم. ما عدالت خدا شدیم، اون عدالتی که در خداست ما شدیم، اون عدالت هم در ما شده. نه تنها ما شدیم عدالت خدا در مسیح، بلکه مسیح شده عدالت ما. باز میکنیم به کتاب اول قرنتیان باب 1 و آیه 30. اول قرنتیان باب 1 و آیه 30: لکن از او شما هستید. ببین، ما از خداییم، بگید اینو با صدای بلند، ما از خدا هستیم. از او شما هستید در عیسی مسیح، که از جانب خدا برای شما یا برای ما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا. عیسی مسیح برای ما حکمت شده و عدالت و قدوسیت و فدا. برای ما چی شده؟ نیکی مطلق شده. عدالت یعنی نیکی مطلق. برای ما نیکی مطلق شده. یعنی چی؟ یعنی نیکی من
نیکی عیسی مسیح. اگر کسی بخواد بیاد پیش من بگه آقای صفا امروز میخوام شما به ما نشون بدی چه فرد خوبی هستی، من انجیلم رو باز میکنم بهش میگم این چهار تا انجیل رو بخون، انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا، این خوبی که میبینی در عیسی مسیح شده خوبی من. نیکی که من دارم مسیح برای من شده از خدا، برای خدا، در حضور خدا نیکی مطلق. چرا؟ چون من به وسیله اعمال نیکم نمیتونم، غیر ممکنه انسانی بتونه به وسیله اعمال نیکش نزد خدا بره. این کلامی که مسلمان ها میگن، که شیعه ها میگن، سنیان نمیگن اینو، شیعه ها میگن، شیعه ها میگن ائمه اطهار، ائمه ای که گناهکار نبودن، همچین چیزی کفر. اصلا انسان همه گناه کردن و از جلال خدا محرومن، رومیان 3:23. هیچ کسی وجود، حتی محمد، گناهش در قرآن ذکر شده، خیلی گناهاش ذکر شده، آیاتش رو من ندارم، ولی یک سری آیات هست در قرآن به نام، بهش میگن آیات سیتانیک ورسز، آیات شیاطین. یه مدتی بود پیامبر اسلام، ایشون منحرف شد و یک جن اینو گولش داد و فرزندهای ماهو میپرستیدیم و آیه بهش اومد که تو الان گیت شدی، جن بهت خورده، غیر و ذالک. منظور به این که از حتی در قرآن از گناه محمد صحبت میشه. اینی که خیلی جالبه، در قرآن تنها کسی که خطاب میکنه بی گناه عیسی مسیح بود. منظور به این که همه انسان ها گناه کردن و از جلال خدا محرومن. این عقیده ای که ما گناه نکردیم، کار بد از همون سر نزده، افراد، انجیل میگه کسی که اینو میگه دروغ میگه و از خدا کاملا بیخبره، از حقیقت کاملا بیخبره. اینه که تمام اعمال نیک من از اون ذات سرشت گناهم ریشه میگیره و این غیر ممکنه که از یک چیزی که تاریکه نور تابیده بشه. از تاریکی نور تابیده نمیشه، درش تابیده میشه ولی ازش تابیده نمیشه. ما همچین چیزی نداریم که یک فرد گناهکار بتونه عمل نیک انجام بده در حضور خدا. به حساب خودمون آره، پول میدیم به فقرا، به این کمک میکنیم، به اون کمک میکنیم، کار خوبه، کار به نظر ما، به دید ما خوبه، ولی این خوبی ما به اون حد نیکی خدا نیست، چون ذات ما ذات گناه. برای همین ما غیر ممکن بود که به وسیله اعمال خوبمون بیایم نزد خدا. اصلا همچین عقیده‌ای که اسلام داره، اعمال نیک خوب ما بیشتر از اعمال بد ما باشه بیایم نزد خدا، این خیلی عذر میخوام این حرف رو میزنم، مسخره آمیزه در حضور خدا. مثل این میمونه که من یه قاضیم، یه آقای میارم توی دادگاه، قاضی من توی دادگاه من، میگن یه وکیل اینو میاره، میگه آقای قاضی، حضرت علا، ایشون که ما آوردیمش دزده، تمام عمرش دزدی کرده، ولی مقدار پولی که دزدی میکنه میده به فقرا، کار خوبش، کمک کردنش به فقرا از دزدیش بهتره، یعنی بیشتره، کار خوبش، کمک کردنش به فقرا بهتره یا بیشتره از دزدیش. خواهش میکنم شما اینو ببخشید. چی فکر میکنی شما؟ بگم واو چه جالب، خب شما کار مالا بذاریم توی ترازو ببینیم، بیاری ترازو، بیاری اینجا توی دادگاه، ما اینا رو میسنجیم، میذاریم دزدیشو میذاریم روی قفسه ترازو، کارهای خود نیکشو میذاریم توی قفسه، نه، کارهای نیکش رفت پایین، زیادتر بود، این دزدیش رفت بالا. حالا میگیم اوکی، چون شما کار نیکت خوبه، دزدید به اندازه کار نیکت نیست، میتونیم شما رو میبخشیم، بری وارد آسمان بشی. ای بابا، این چه نوع قضاوتی شد؟ اگر این قاضی اینو ببخشه، پول افرادیو که این دزدیده، حالا میگیم خب خدا رو شکر به فقرا کمک میکنه، پول اون افرادی که دزدیده کی میده؟ همچین چیزی عدالت نیست. عدالت بر مبنای خوبی و بدی نیست. شما میری توی دادگاه جرم میکنی، نمیگن چه آدم خوبی بوده، خب حالا جرمش رو کم بکنیم، مطابق اون جرمی که کردی بایستی چیکار بکنی؟ جزا بدی. این عقیده‌ای که اسلام داره از خودشون در آوردن که اعمال نیک، تو حتی در قرآن هم همچین چیزی نیست. مسلمان از خودشون در میارن، چون جوابی پیدا نمی کنن در کتابشون، از خودشون حرف زیاد در میارن.
همچین چیزی عدالت وجود نداره. اگر خدا همچین چیزی باشه پس گناه رو قبول میکنه، چون این قاضی که این فرد رو بخشید در حقیقت امر میگیم که دزدی رو قبول کرد، میگه دزدی اوکیه اگر اعمال خوب بود. اگر اینطور بود که ما میرفتیم دزدی میکردیم، زنا میکردیم، بیشتر کار خوب انجام میدادیم، دروغ میگفتیم، سر مردم رو کلا میذاشتیم. شاید برای همین از اون زمانی که دولت اسلامی اومده کلاهبرداری زیاد شده، چون فکر میکنن اعمال خوبشون زیاده خدا میبخشتشون. این طرز فکر نه تنها مسخره آمیزه، این طرز فکر، این طرز تفکر مذهب خالی و پوچ ضدیت داره با ذات الهی و با عدالت خدا. اینه که من نمیتونم با اعمال نیکم نزد خدا بیام. خدا چیکار کرد؟ خدا منو آورد نزد خودش، نیکی خودشو داد به من، با اتحاد من با عیسی مسیح نیکی مسیحو به حساب من گذاشت. حالا شما میگه این که عدالت، چه عدالتیه؟ نیکی یکی دیگر میگیره به حساب دیگه. خب به جای اینکه او قیمت گناه منو پرداخت، هم عدالت خدا برقرار شد، هم بخششش، هم جرم داده شد، هم جزا داده شد، هم جرم داده شد، هم خدا بخشید. همه این کارها رو در مسیح کرد برای من. اینی که به وسیله عیسی مسیح من وارد نیکی مطلق خدا شدم. حالا نیکی مطلق یعنی چی؟ گفتیم نیکی مطلق یعنی توانایی دریافت کردن ذات الهی و دارایی الهی، توانایی یا ظرفیت دریافت اون چیزی که از جانب خدا میاد بتونم دریافت بکنم. شما توی یه کاسه، یه لیوان، یه پارچه آبو نمیتونی بریزی، غیر ممکنه یه پارچه آبو بتونی بریزی توی لیوان، چون ظرفیت گنجایشش نداره. این قفسه رو که میبینید برای عینک، عینک توش جا میگیره، ظرفیت عینک رو داره، ولی ظرفیت این کتاب رو نداره. این کتاب نمیتونه بره وارد این بشه، همچین ظرفیتی درش وجود نداره. خدا با تمام اون ابهتش، عظمتش، شکوهش، جلالش، قدوسیتش، ما نمیتونیم، ما ظرفیتمون کم انسانی. اینی که به وسیله نیکی مطلق ما خدا ظرفیت ما رو بیشتر کرد، حالا ما میتونیم اینو حمل بکنیم، میتونیم وارد، میتونه وارد ما بشه و ما رو حمل بکنه. نیکی مطلق خدا وارد ذات ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح، ما نیک خدا شدیم و چون نیک شدیم ظرفیتمون زیاد شده. ظرفیتمون، اولین ظرفیتمون این بود که تونستیم روح القدس خدا رو دریافت بکنیم. همه ایمانداران روح القدس خدا رو دارن و روح القدس وقتی میاد درشون، حیات الهی میاد. حیات الهی که وارد روح ما میشه، ظرفیت ما بی حد میشه، ظرفیت دریافت ذات الهی و اون چیزی که خدا به مسیح داد ما میتونیم اونم دریافت بکنیم. برای همین ما وقتی دعا میکنیم برای مریضا شفا میبینن. مسلمان ها نمیتونن همچین دعایی بکنن. من هیچ مسلمانی ندیدم برای یکی دیگه دعا بکنه شفا پیدا بکنه، دست بذاره روی یکی دیگه، برین شما این کارو بکنید. شما هایی که خیلی متعصبید، برید از آخوندتون، از ملاتون، از آیت اللهتون بخواید، بگید آقای آیت الله خامنه ای خواهش میکنم دست بذار روی سر من، دعا بکنم شفا ببینم. ببین شفا میبینی یا نه؟ غیر ممکنه. چرا؟ چون ایشون اول از همه نیکی خدا رو نداره، دوم از همه هدیه ای که خدا میتونه انجام بده، هدیه ای که از جانب خدا میاد و نمیتونه داشته باش. حالا هر چقدر بگیم آقای خامنه ای مثل علیه، مثل آقای، مثل مولای عصر میمونه، ولی همچین کسی یکی از دعاهاش جواب داده نمیشه. یک دعا ایشون بکنه خدا جواب دعاشو نمیده. دعایی هم که مسلمان ها میکنن رسمه، دعا به زبان عربی میکنن که معنایی هم نداره اون دعاشون، 5 بارم در روز تکرار میکنن، با احترام زیاد به همه شما عزیزان مسلمان. ولی حقیقت امر اینه که اگر دعای شما جواب داده میشد، ببینید 1.7 میلیارد مسلمان توی دنیا وجود داره، توی دنیا فقط 16 میلیون یهودی وجود داره.
1.7 میلیارد با 16 میلیون یهودی، 12 میلیونشون الان، 4 میلیونشون توی، 6 میلیونشون توی اسرائیل هم، عوض میخوام 12 میلیون یهودی وجود داره، 6 میلیونشون توی اسرائیل. از این 6 میلیون تمام کشورهای دور و بر اسرائیل که همه عربن از یهودی ها تنفر دارن. خیلی عجیبه که 1.7 میلیارد مسلمون نمیتونه 6 میلیون یهودی رو شکست بده. دلیلش چیه؟ خدا جواب دعا و لعنت شما رو نمیشنوه. هر چقدر شما لعنت بکن، یک کدوم از لعنتات به هیچ کسی نمیگیره. چرا؟ چون در شما قدرتی وجود نداره و اگر قدرت هم داشت که نمیتونستی لعنت بکنی. لعنت برای اونایی که زیر لعنت هم خودشون. منظور به این که در اسلام همچین چیزی ما نداریم که یکی دعا بکنه برای شما شفا ببینیم، غیر ممکنه. من افراد مذهبی تو ایران، حتی آخوندا از ما طلب کردن براشون دعا بکنیم و خداوند شفاشون بده. چرا؟ چون ظرفیت الهی در یک ایمان داره. اگر شما ایماندار هستی، در ایران، در ترکیه، در هر جایی که هستی، ظرفیت شفا در شماست. یوحنا باب 14 دوازده میفرماید کسی که به من ایمان آورد، همه کارهایی که من میکنم انجام خواهد داد، حتی بزرگتر از این. ظرفیت زنده کردن مردگان در شماست. ظرفیت شفای جزامیان و بینایی نابینایان در یک ایمان در شما وجود داره، در یک ایماندار وجود داره. حالا ما مذهبی ها میگیم نه خب برادر رضا هدیه شفا رو داریم. نه، هدیه شفا فرق میکنه. انجیل میگه همه ایمانداران بر مریضان دست خواهند گذاشت و آنها شفا خواهند یافت. چرا؟ چون قوت الهی در دست شماست. اون نیرویی که از روح القدس میاد در بدن شما وجود داره. اگر به این امر اعتقاد پیدا بکنی و عمل بکنی، مطابق این برات میشه، مطابق کلام برات میشه. ولی متاسفانه بعضی از این افراد مذهبی، همون مذهبی که در اسلام آورده داشتن، آوردنش قاطی مسیحیت کردن، یه مقدار میزننش، من قاطیش میکنن، میخورن به مردم. نه خب حالا ما دعا میکنیم خدا جواب به در و ندر رو نمیدیم. این که شد انشالله. چه فرقی بین انشالله و این حرف شما داره؟ ببین فکر اسلامیه، فکر اسلامی با تجربه شخصیشون قاطی میکنن. برای افراد دعا کردن کسی شفا ندیده، بعد چون شفا ندیدن میگن خب چون الان شفا ندیدیم ما میتونیم چیکار بکنیم؟ خدا جواب نمیده، خدا جواب دعا رو نمیده برای ما. ولی اینطور نیست. ببین میفرماید در که ما نیک شمرد، ما نیک شمرده شدیم. وقتی او نیک شمرده شد، ما نیک شمرده شدیم. چرا که با ما با او در مرگش یکی شدیم. وقتی مسیح روی صلیب مرد، خدا ما را در مسیح گذاشت. بیاریم اناجیلمون رو باز بکنیم به رومیان باب 6. کتاب رومیان باب 6 چقدر این کتاب مهمیه برای درک کلام خدا، برای درک عهد جدید. در آیه 6 و 7ش میفرماید زیرا اگر بر مثال موت او متحد گردیدیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. بذار در این ترجمه جدید براتون بخونم، شاید این مقدار بیشتر براتون فهم داشته باشه. در پس میگه پس اگر در مرگی مانند همچون مرگ او با او یکی شدیم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. زیرا میدانیم آن انسانی که قدیمی که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بردگی نکنیم. ببینید اینجا چی میگه؟ میگه ما با مرگ مسیح یکی شدیم. هم یکی شدیم، هم ذات شدیم روی صلیب. مسیح ذات منو گرفت، او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. او گناه من شد
او ذات من شد، من شدم نیکی مطلق. او که از مرگ برخاست، نیکی که او داشت شد نیکی من، نیکی که در مسیح بود شد نیکی من. هم ذات و هم فکر مسیح شدم، هم عمل کرد مسیح شدم. با مسیح من یکی شدم در ذاتش، در فکرش، در عمل کردش. و کلام خدا اینو میفرماید که آن چیزی که در مسیح بود در من شد. ببین رومیان باب 10، کلام مسیح شد کلام من. رومیان باب 10، رومیان باب 10 آیه 8 رو ببینیم. میفرماید و در مقابل چه میگوید؟ اینکه این کلام نزدیک تو، در دهان تو و در دل توست. این همون کلام ایمان است که ما وعظ میکنیم. میبینی؟ اینو براتون هایلایت بکنم که ببینید. میفرماید این همون کلام ایمان است که ما وعظ میکنیم. این کلام ایمان کجاست؟ در دهان توست، در دل توست. خدا کلام رو برداشت، از ازل کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. عیسی مسیح رو گذاشت توی قلب ما. این کلام خدا در قلب ما، در روح ما نوشته شده، کلام زنده الهی. حالا من میتونم کلام خودم رو استفاده بکنم. کلام ما چیه؟ کلام نفرت، کلام کینه، کلام دلشکستگی، کلام تنهایی، کلام غرور، کلام خودبینی، کلام خودسری، کلام بی احترامی، کلام پررویی، یا هزار و یک کلمه منفی. حرفی که ما میزنیم بر مبنای این موارد مختلف زندگیمون. یا خودخواهیم، حرف خودخواهانه میزنیم. یا عصبانیم، حرف عصبانیت میزنیم. یا کینه داریم، با کینه حرف میزنیم. یا پررویم، بی احترامی میکنیم. احترام نمیذاریم به افرادی که خدا به عنوان سر قرار داده، چه در دولت، چه در کلیسا. خودسریم، حرف خودمون رو میزنیم، فکر میکنیم از این افرادی که سر ما هستن بیشتر میدونیم، کار خودمون رو انجام میدیم. این غرور قلبه و این حرفایی که میزنیم حرف غروره. اینه که یا حرف خودمون رو میزنیم یا حرف انجیل رو میزنیم. انجیل چی میگه؟ میگه به خاطر احترامی که به مسیح دارید، به تمام اولیای امور، چه در کلیسا چه در خارج از کلیسا، احترام بذارید. وقتی من یه پلیس رو میبینم، احترام به عنوان یه پلیس بهش میذارم. چرا؟ چون به عنوان قانون، برگزاری قانون، این فرد یک پلیس مطابق خواست خدا گذاشته شده. وقتی یه گورنر رو من میبینم، یه رئیس شهردار رو میبینم، یا یک رئیس جمهور رو میبینم، یا یه پادشاه میبینم، احترامی که اونا احتیاج دارن، یا یه شبان رو میبینم، من همیشه به شبانم احترام میذاشتم. مهم نبود چه با عقیدش مخالف بودم چه موافق بودم. به عنوان یک مرد خدا، به عنوان کسی که حافظ جون منه، همیشه به این شبانم احترام میذاشتم. یه آقای هست، فرد معروفیه به نام آقای ویسلی، جان ویسلی، از انگلیس میومد. ایشون یکی از افرادیه که بیداری بزرگی اومد در انگلیس و در امریکا آورد. آقای ویسلی همین کلیسای متدیستا از ایشون اومد. ویسلی میگفتش که اگر یکی از توی قایق بیفته توی آب، مردم گریه میکنن، ولی وای به حالی که کاپتان کشتی بیفته توی آب، مردم بیشتر از گریه میکنن، چون همشون در عذاب مرگن. منظور به این که وقتی یک کسی راجع به یه شبان بد میگه، این داره چیکار میکنه؟ داره به تمام کلیسای مسیح حمله میکنه. چون اگه شبان رو بین مردم بد بکنی، رئیس رو بین مردم بد بکنی، توی ارتش اینو میدونن. شما که ارتشی هستی اینو میفهمی که اون کسی که سرته، اگر به سرت توی قلب سربازای دیگه شک بندازی، حکمت حکم اعدامه، میکشنت. چرا؟ چون داری اون قدرتی که این سر داره بر روی این سربازا، داری این قدرت رو در قلب دیگران میگیری ازشون. و همچین کاری انجیل میگه در عهد عتیق، اگر ضد رئیست حرف میزدی، ضد مشایخ کاهن حرف میزدی، اگر دو نفر شهادت میدادن، سنگسارت میکن.
چطوره که شما دهنتون رو مثل یک قبر باز میکنی و راجع به این شبانا خادمای کلیسا؟ من هیچ وقت زبونمو باز نمیکنم راجع به هیچ خادمی، چه باهاشون موافق باشم چه مخالف باشم، چه به من بدی کرده باشن چه نکرده باشن، راجع به هیچ خادمی حرف نمیزنم بدیشون رو ترویج بکنم اگر بد کردن، یا قضاوت راجع بهشون نمیکنم، چون من انجیل میگه هر کسی باشی حق رو نداری، رومیان باب 13، راجع به خادم کسی دیگه قضاوت بکن. اینی که حرف ما یا حرف خودمونه، حرف خودسری میزنیم. خیلی عذر میخوام اینو میگم، توی فرهنگ ما ایرانی ها خودسری خیلی زیاده، هر کسی میخواد سر خودش بشه. ای آقا احترام کجا بود؟ من اگه توی خونم میشستم، پدرم اینو به من احترام و من یاد داد، اگه پامو دراز میکردم جلوش میمد گوشی میزد توی گوش من، میگه من میگفت وقتی من وارد اتاق میشم توی جلوی من نشین. یاد گرفتم از اون بچگیم که به یه کسی که سره تمام احترامی که انجیل به من میگه بهش بذارم. چرا؟ چون از طریق تواضعی که من یه چیزی یاد میگیرم، نه از طریق غرور و خودسری و خودبینی و غیر و ذالک. خودبینی انقدر بلندت میکنه، انقدر باد میکنه که اصلا هیچی رو نمیبینی جز خودتو، و توی کار خطرناکی هستی وقتی این کار رو میکنی. اینی که الان توی ایران هر کسی که دایی داره رفته شده شبان کلیسا، هر کسی یه سال ایماندار شده چند تا آیه انجیل رو حفظ کرده شده شبان کلیسا. ای بابا، افرادی هستن که 30 سال در خداوندن، این حق رو ندارن موعظه بکنن. من افرادی میشناختم که اینا مدرسه انجیل رفتن، دانشگاه الهیات خوندن، به خودشون حق نمیدادن که موعظه بکنن. شما 2 تا آیه انجیل یاد گرفتی از قبل، حالا میخوای شبان بشی، میخوای یه رئیس عده بشی، پول جمع بکنی، میخوای منیستری خودت رو داشته باشی، این طرز فکر اشتباهه و باعث صدمه خودت و دیگران میشه. من اون اول ایمانم اینقدر من دعا میکردم خدا به من فرصت بده موعظه بکنم. هر جایی من میرفتم به من میگفتن شما شهادت رو داد، میگفتم من نمیخوام شهادت بدم، موعظه بکنم. به من فرصت نمیدادن. یه بار به من فرصت دادن توی کلیسای لوترانی برایشون موعظه بکنم. ما بالای صحنه که رفتیم، چند سالی هم بود ایماندار شده بودم، بالای صحنه که رفتم کفشمو در آوردم، گفتن چرا کفشت رو در میاری؟ گفتم خدا وقتی با موسی صحبت کرد به موسی گفتش که کفششو در بیار، اگه کفشتو در نیاری جای قدوسیه. همه ما خندیدن. منظور به این که در ایمانم جوان بودم، خیلی چیزهایی هست که ما نمیدونیم نمیفهمیم. فقط دانش کلام کافی نیست، چون به دلیل اینکه شما رفتی دانشگاه الهی یا درس دانشگاه خوندی، دلیل برای این نیست که شما میتونی شبان بشی. اول از اینکه آیا خطاب شبانی رو داری؟ دوم از اینکه آیا رشد حکمت داری؟ اگر نداشته باشی بعد به مردم صدمه میزنی، خودتو میگی کشیش 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 شدی، کشیش شدی، کشیش مردم. هر جای میری همه هم میخواد برای تواضع کن، یا حضرت اعلی خوش یا امام، امام کشیش، امام، امام تقی خوش اومدی شما، امام حسن میبخشی، ما در حضور شمایی. قلب مردم رو میشکنی، دلشون رو از بین میبری. چرا؟ چون خودتو داری بزرگ میکنی. یه خواهری به من یه کشوری زنگ زد گفت برادر رضا یه شبانی هست، گفت کشیش هست، اسمش کشیش، یه کلمه کشیش هم باز اشتباه گفت، این منو کشید بیرون، بهم توبیخ زیادم که چیکار، من بهش اسم اولش آوردم نگفتمش کشیش فلانی. گفت این فرد دل منو واقعا شکوند. ببین یه کلمه، یه غرور قلبی شما میتونه، انجیل میگه وای به حال کسی از شما که باعث لغزش یکی از این کودکان در مسیح بشید. وای به حال شمایی که میخواهید شبان بشید. من بعد از اینکه خدا منو خطابم کرد، گفتم ای باد، من چی کار کردم؟ چه دعایی من میکردم؟ چرا من؟ چون مسئولی، انجیل میگه به کسی که رئیسه، به کسی که شبانه، به کسی که معلمه، مسئولیت بیشتری داده خواهد شد و درخواست بیشتری ازش گرفته خواهد شد. اینه که ما بایستی طرز فکرمون مثل انجیل باشه، مثل انجیل فکر بکنیم. من شبان من در سوئد، آقای بروشپت، یه مرد واقعا مرد روحانی بود. انجیل در مورد افراد روحانی به ما میگه یه کسی که روحانیه، اینو بیارید بخونید، بکنم روح خدا میخواد یه چیزی به ما امروز یاد بده.
اول قرنتیان در باب دوم میفرماید، اول قرنتیان باب دوم میفرماید، آیه رو من پیدا بکنم، میفرماید کسی که روحانیش میگه از همین چند شما آن از آیه 13 دوم قرنتیان، اول قرنتیان باب دوم آیه 13 میفرماید و از همین سخن میگوییم، آن هم نه با کلماتی که آموخته حکمت بشری باشد، بلکه با کلماتی که روح میآموزد و بدین انسان حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان میکنیم. اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمیپذیرد. افرادی که همش راجع به انجیل بحث میکنن، یه چیزی بهشون میگه از آیه یه چیز دیگه میارن، نفسانی هم فکرشون مطابق نفسشونه نه مطابق روح خدا و کلام خدا، زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست در باره آنها تنها از دیدگاه روحانی میسر است. ببین در آیه 15 رو متوجه بشین چی میگه، اما شخص روحانی درباره همه چیز قضاوت میکند، ولی هیچ کس نمیتواند درباره او قضاوت کند، زیرا کیست که از فکر خداوند آگاه باشد تا بتواند او را تعلیم داد. یه فردی که روحانیه یعنی چی؟ یه فرد روحانی یعنی یه فردی که با کلام فکر میکنه، یه فردی که کلامش کلام انجیله، فکرش فکر انجیل. وقتی یه موقعیت پیش میاد، یه فرد نفسانی به موقعیتش فکر میکنه، چی درسته چی غلطه مطابق موقعیتش. یه فرد روحانی مطابق کلام فکر میکنه، امکان داره از دید کلام درست باشه، از دید انسانیت اشتباه باشه. انجیل میگه به عنوان مثال، میگه کسی که داره بیشتر بهش داده میشه. اون مثالی که خداوند زد در مورد سه نفری که به یکی 5 سکه داد، به یکی 2 تا، به یکی 1، اون یکی رفت سکهشو کاشت، سکهشو قایم کرد، باش کار نکرد، 5 تا یک کاشت، 5 تا دیگر رو گرفت، 2 تا یک کاشت، 2 تا دیگر رو گرفت. خداوند گفت از اون که سکهشو قایم کرده بگیر بده به اون که بیشتر داره. ببین مطابق فلسفه انسانی نمیخوره به هم. یه کسی که داره، ما فکرمون فکر اسلامی فکر کمونیستیه، اقتصاد اسلامی اقتصاد کمونیستیه، برای همینه کشورهای اسلامی با روسیه خوبن، برای همینه ایران با روسیه دوستن، با چین دوستن، با اینکه ضد خدا خدا رو رد میکنن ولی ضد آمریکان، از آمریکا تنفر دارن ولی با روسیه با چین دوستن. یه پکت سیاسی وجود داره بین چند تا کشور، بین روسیه و اندونزی و چند تا کشور شرقی هستن. ایران خیلی ساله میخواد هی عضو این پکت بشه، بهش اجازه ندادن، خدا رو شکر بهش اجازه نخواهند داد. چرا میخواد وارد این پکت بشه؟ چرا؟ اگر روس، مگه اینا ضد خدا نیستن؟ روسیه میگه خدا وجود نداره، چین میگه خدایی نیست، همه اونایی که مسیحی و مسلمانن زندانی میکنه، ولی ایران اینا رو دوست داره. چرا؟ چون اقتصادشون با هم یکیه. اسلام یک سیستم اقتصادی و سیاسیه نه مذهبی، برای همینه در مذهبشون اشکال زیاد وجود دارن. اگر تاریخ اسلام رو شما مطالعه بکنی، البته موضوع امروزمون نیست، تاریخ اسلام رو که مطالعه بکنی میبینی به مدت 10 سال محمد پیام مذهبیش رو توی مکه اعلام کرد، هیچکی قبول نکرد به جز 300 نفر. به اندازه 10 سال که در مکه بود، فقط 300 نفر پیام مذهبیش رو قبول کردن. ولی وقتی رفت مدینه، هجرت انجام شد، آیه بهش اومد که بره مدینه و از اونجا شروع کرد به جنگ کردن با مکه، و جنگ اولی که کرد جنگ احد بود فکر کنم، و قبیله کاروان مکه رو شکست داد و پولاشون رو گرفت، دارایشون رو گرفت. از اون روز به بعد سیستم اسلامی عوض شد. اینی که اسلام یک سیستم اقتصادیه و یه سیستم سیاسیه، برای همین اینها بایستی در دولت باشن، نمیتونن فقط مذهب رو اداره بکنن. همچین چیزی ما نداریم که اسلامو از ولایت فقیه بر این مبنا، شما کتاب آقای خمینی رو اگه مطالعه بکنیم، این ولایت فقیه اکثر چیزایی که توی ولایت فقیه می‌نویسه راجع به اقتصاد و سیاسته، نمیتونه از هم جدا بشه. چرا؟ چون اسلام یه سیستم
اقتصادیه، یه سیستم سیاسیه، نه یه سیستم مذهبی. چون اگه مذهبی بود فقط به مذهب رفت داشت، مثل مسیحیت. مسیحیت رو ما از سیاست جداش کردیم، مسیحیت رو از اقتصاد اجتماعی ما جداش کردیم، چون یه چیز روحانیه. ولی اسلام همچین چیز. به هر حال یک فلسفه عمیقی اگر دوست داشتین میتونیم راجع به این بحث بکنیم. ولی منظور به این که یک فرد روحانی نفسانی فکر نمیکنه. شبان من اینطور بود. شبان من که توی سوئد بود تمام فکر این روحانی بود. خیلی ها رو عصبانی میکرد، خیلی ها از دستش دلخور بودن. طرز رفتارش بعضی ما آدم حالیش نمیشد. مثلا یه جوون ایرانی بود که اونجا خیلی دردسر ایجاد کرده بود. یه روز جلوی من این جوونه رو گرفت سرش جیغ زد، گفت از اینجا برو بیرون. بیرونش کرد از جلسه. وای به حال اینکه اگه من یه وقت بخوام این کارو بکنم با یه کسی تو کلیسا موندی، ما رو دارمون میزنن. منظور به این که این فرد، من به فکر خود، به فکر من اونجا بودم، من به این فکر بودم که چرا شبانم این کارو با این بیچاره بچه ایرانی هم بود برای این بچه کرد. ولی این بچه، این پسره هر جایی رفته دردسر ایجاد کرده. ببین من اونو نفهمیدم، چیز روحانیشو درک نکردم، فقط به چیز نفسانیش فکر کردم و مطابق چیز نفسانی شبانم رو قضاوت کرد. ببین انجیل چی میگه، ببین چقدر این آیه مهمه. ببین چی میگه، میگه اما شخص روحانی درباره همه چیز قضاوت میکند، ولی هیچ کس نمیتواند درباره او قضاوت کند. چرا؟ چون فکر خدا رو نمیدونن و فکر خدا ضدیت داره با فکر انسانی. فکر انسانی اینجاست، فکر خدا اینجاست. حرفی که خدا میزنه اصولا ضدیت داره با فکر انسانی. اگر اینطور نبود که همه انسان ها میمدن خدا رو قبول میکردن. ولی ببین همه انسان ها خدا رو رد میکنن، علم خدا رو رد میکنه، دانش انسانی خدا رو رد میکنه. چرا؟ چون سطح فکر انسانی اینجاست، سطح فکر الهی اینجاست. دو تا طبقه کاملا متفاوت، به هم نمیخورن، جور نمیشن، به هم نمیان، نزدیک هم نمیتونن بیان. یه کسی که روحانی فکر میکنه اینجا فکر میکنه، یه کسی که نفسانی قضاوت میکنه اینجا فکر میکنه. یه فرد روحانی اینطور عمل میکنه هیچکی نمیفهمه. یه کاری امکان داره ازش سر بزنه، یه چیزی امکان داره بگه توی کلیسا، یه سیستمی رو پیاده بکنه، همه از دستش دلخور میشن، همه اینایی که اینجا. چرا؟ چون چیز روحانی رو نمیفهمن. یادتونه در یوحنا باب 6 وقتی خداوند گفت من نان و من آب حیاتم و من نان زندم، کسی که منو بخوره هرگز نخواهد مرد. یهودی ها وقتی نوشیدن خیلی دلخور شدن، این چه حرفی داره میزنه؟ این داره میگه من اون منم که توی بیابون اسرائیل خوردنش، مگه کیه؟ چی فکر میکنه؟ کی از که همچین حرفی میزنه؟ خیلی از دستش نگران شدن، ناراحت شدن، حتی شاگردانش ولش کردن، تمام شاگردانش تنهاش گذاشتن رفتن. بیارین اناجیلتون رو باب 6 اینو ببینیم چقدر مهمه. وقتی این حرفو زد خیلی ها ولش کردن. ببین در آیه 60 اینو میگه، یوحنا باب 6، من اینجا باتریم داره تموم میشه، اینجا میخوام بفهمیم فکر الهی رو درک بکنید. یوحنا باب 6 آیه 60، در آیه 60 میفرماید خداوند وقتی این حرف زد میگه بسیار از شاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند این تعلیم سخت است، چه کسی میتواند آن را بپذیرد؟ ببین یه مرد روحانی هر وقتی میزنه افراد نفسانی نمیفهمند. عیسی آگاه از این که شاگردانش در این باره همهمه میکنند بدینشان گفت آیا این سبب لغزش شما میشود؟ اگر پسر انسان را ببینید که به جای نخست خود صعود میکنند چه خواهید رفت؟ روح هست که زنده میکند یا حیات میبخشد، جسم فایده ای ندارد. سخنانی که من به شما میگفتم میگویم روح و حیات است. ببین پس از این روح، از این زمان، ببین آیه 66 چی میگه. میگه از این زمان بسیاری از شاگردانش برگشته دیگر او را همراهی نکردن. واو، شاگرد عیسی بودن ولی حرف حقیقت رو نمیفهم. من یه روز داشتم موعظه میکردم تازگی توی کلیسامون، بعد فهمیدم این درسی که دارم میدم یه مقدار درس سنگینه، بیشتر از حد در. میدونی شما گوشت
ماهیچه رو نمیدی به یه بچه شکمش توانای هضم شکستن اون گوشت رو نداره. هرچی رو باز خوردش بکنی، مثل آرد میگن چی میشه، آرد اینطوری میشه خوردش میکنی، پوره میگیم بهش، مثل موز رو میکوبونن خورد میکنن. ما به بچه همون هر چیزی که میدادیم آبکی بود، شکمشون فقط چیزهای آبکی رو میتونست دریافت بکن. تازه ایمانداران هم همینطورن، فقط چیزهای آبکی رو میتونن دریافت کنن. بعد سطح ها فرق میکنه، بعضی سطح ها اینجا یه مقدار غذای قوی تر میدی، بعد یه مقدار اینجا یه مقدار غذای قوی تر میدی، ولی غذایی که مال افراد روحانی رو من نمیدم به این افرادی که در این طبقات وجود دارن، اینی که براشون سخته. و بعد مطابق اون چیزی که میگی قضاوت میکنن، ولی قضاوتشون انجیل میگه درست نیست. چرا؟ چون چه کسی میتواند فکر خدا را بداند؟ حالا کجا میدونیم یه فرد روحانیه یا نه؟ اون حرفیه که میزنه مطابقت داره با انجیل یا نه؟ حرف نشونگر اعتقاد قلبیه. وقتی یکی حرف از دهنش در میاد، اون حرفی که میزنه آیا مطابقت داره با انجیل یا نه؟ اگر مطابقت نداشته باشه، این فرد نمیتونه روحانی باشه. برمیگردیم به اون حرفمون راجع به احترام به علمای امور. یه کسی که بد میگه، مگر اینکه اینا بد باشن و اعمالشون رو میبینیم. من از سیستم اسلامی زیاد بد میگم، ولی اگه متوجه شده باشین از آقای خامنه ای یا آقای احمدی نژاد یا از هیچ کدوم اینها بد نمیگم، حتی اگر بدم باشن اعمالشون رو میتونیم بگیم. چشم من راجع به اعمالشون صحبت میکنم، راجع به تدریسشون، ولی راجع به شخصشون حرف نمیزنم. حتی اونهایی که بی ایمان باشن، بی احترامی بهشون نمیکنم، چالنجشون میکنم ولی بی احترامی نمیکنم. یک کسی که به علمای امور چه توی کلیسا باشن چه خارج، بی احترامی میکنه، میدونی که این فرد ضد کلام داره رفتار میکنه. بیارید رومیان باب 13 آیه 1 رو ببینید. میفرماید هر کس باید تسلیم قدرت‌های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرت‌هایی که وجود دارند از جانب خدا مقرر شدند. پس آن که بر علیه قدرتی عصیان کند، در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده است عصیان ورزیده است، و آنان که چنین می‌کنند مجازات را برای خود می‌خرند. زیرا راست کرداران از حکمرانان حراسی ندارند، اما خلافکاران از آنها میترسند. آیا میخواهی از صاحب قدرت حراسی نداشته باشی؟ آنچه را که درست است انجام بده که تو را تحسین خواهد کرد. زیرا خدمتگزار خداست تا به تو نیکویی کند، اما اگر مرتکب خلاف شوی بترس، زیرا شمشیر را بی جهت حمل نمی کند. او خدمتگزار خدا و مجری غضب است تا کسی را که مرتکب کار خلاف شده است کیفر دهد. این آیات خیلی مهم. حالا وقتی یکی از اولیای امور شریره، مثل دولت ایران شریرن، اینا ضد انجیلن، اون چیزی رو که ضدیت با کلام خدا دارن میتونیم کلام رو از کلام اطاعت میکنیم. به عنوان مثال میگن کلیسا نرو، کلام میگه برو کلیسا، اینی که کلام خدا موافق حرف اوناست. اینا در این موردشون دارن ضد خدان، اینو میتونیم بشکنیم. ولی در مورد امنیت کشور، در مورد چیزهایی که ضد کلام نیست، باید ازشون اطاعت. منظور به این که خدا خدای نظمه، خدای ترتیبه، خدای احترامه، خداییه که راجب کلام داریم صحبت میکنیم. کلام چقدر مهمه. اینه که شمایی که به افرادی گوش میدی که ضد انجیل، ضد این آیه حرف میزنن، بدون که داری دنبال نفسشون میری. اگر دنبال نفسشون میری، میدونی نفس چیه؟ نفس مثل آب و هوای اوکلاهاما میمونه. یه روز گرمه، صبح ما میبادیم بیرون، سردمون بود، بخاری رو روشن میکردیم، 3 ساعت بعدش انقدر گرم میشد کولر هم کار نمیکرد. بهش میگفتیم هوای اوکلاهاما، بالا پایین میشه. 1 ساعت گرمه، 1 ساعت عجیب سرده. یه فرد نفسانی هم یه روز خوبه باد، یه روز بده. یه روز خوبه تو میگه، یه روز بده تو میگه. واسه مواظب بود با این افراد. اینها افرادی هستند که احساساتی هستند، بالا پایین میشن. بعد مطابق
زندگیشون بر مبنای احساساتشونه و این افراد خودشون که شکست میخورن شما رو هم به شکست میکشونن. اینه که باز مواظب بود با افرادی که روحانی نیستن. البته همه ما همینطوریم، همه ما نفسانی بودیم، ولی خواست خدا اینه که روحانی بشیم. یعنی چی روحانی؟ مطابقت داشته باشیم با کلام. حرف ما، حرفی که میزنیم یکی باشه با کلام. ضد انجیل حرف نزنیم، ضد انجیل قضاوت در مورد دیگران نکنیم، دیگران رو نکوبونیم. اگرم بد میگیم از کلام، از تعلیمشون بد میگیم، از اون تعلیمی که نه از خودشون، چون خودشون حتی اگر بدم بکنن در حال رشدن، این فرصت رو باز بهشون داد. ولی راجع به تعلیمشون میگیم. من میگم توی کلیساهای دیگه تعلیمات اشتباه زیاده، مشکلی ما این نداریم، پولوس هم همینو میگه در کلام. ولی راجع به این کلیسا، این شبان، اون شبان، اصلا در حقیقت هم براشون دائم در دعا هستم. خداوند در نام عزیز میطلبم، هر هفته بیای توی کلیسای من میبینی، دعا میکنم برای این کلیساها. راجع به هیچ کمونشون بد نمیگم. اکثر هم که راجع به من بد مینویسن و بد میگن، افراد میان به من میگن، میگم خب براشون دعا بکنیم فیض خدا در زندگیشون افزایش پیدا بشه. فهمشون نفهمن، مثل برادر هیگان که میگفت قلبشون خوبه ولی سرشون گندیده است، سرشون رو باز عوض کرد. اینه که فکرشون مطابق کلام نیست، حرفشون هم چون مطابق کلام نیست باعث درد سر میشه. اینه که ما در مسیح، نیکی مطلق مسیح چی شدیم؟ هم فکر با مسیح شدیم، هم ایمان با مسیح شدیم. طرز فکر ما در مسیح، ببینید در فیلیپیان باب 2 آیه 5 میفرمه، میفرماد پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که مافوق تمام نام هاست به دو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی در آسمان، زمین و زیر زمین خم شود. میبینیم اینجا که فکر عیسی میگه هم فکر مسیح بشید. همین فکری که در مسیح بود میگه در شما هم باشه، یکی بشید، تواضع به خرج بدید، فکرتون بشه فکر خداوند ما عیسی مسیح. از کجا میدونیم هم فکر او شدیم؟ از زبونمون. آیا اون چیزی رو که میگیم مطابقت داره با کلام یا مطابقت داره با موقعیت انسانیمون، موقعیت جغرافیاییمون، موقعیت احساساتیمون، موقعیت زندگیمون؟ آیا حرفی که میزنیم مطابقت داره با کلام خدا یا حرف خودمون رو میزنیم؟ حرف خودمون چیه؟ حرف خودسری. حرف خودمون چیه؟ حرف نااطاعتی. حرف خودمون چیه؟ حرف غرور. حرف خودمون چیه؟ حرف کینه. حرف خودمون چیه؟ حرف ناگذشتگی. اینه که چه حرفی رو امروز شما استفاده میکنی، بر مبنای چه فکری رو داری استفاده میکنی. ولی این توانایی رو داری، هم فکر با مسیح شدی، میتونی فکر او رو استفاده بکنی و چون فکر مسیح رو داری میتونی همزبان با مسیح بشی. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این. میخوام برای شما عزیزان دعا بکنم. شمایی که میخواید از گناهانتون برگردید، توبه بکنید، به مسیح ایمان بیارید، خیلی ساده است. از این ناپاکی زبان، از این ناپاکی قضاوت کردن دیگران، غیبت گویی دیگران، حرف زشت زدن، فحش دادن، دعوا، منازعه، نابخششی، تنهایی، افسردگی آزاد بشید. خیلی ساده است. بیایید در حضور خدا خودتون رو تواضع بکنید و اعتراف بکنید که عیسی خداست. با اعترافتون دارید مقامش رو قبول میکنید، الوهیتش رو قبول. وقتی میگی عیسی یک پیامبر بود، داریم مسیح رو میکوبونی زمین، مقامش رو داری میاری پایین. مسیح خدا بود که به جسم ظاهر شد.
همون جایی که هستی دست تو بالا سمان بالا ببر و اینطور دعا بکن. ای خداوند عیسی مسیح، من ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من روی صلیب مردی و روز سوم زنده شدی. امروز از تو می طلبم که وارد قلب و زندگی من بشی و گناهان منو ببخشی. عیسی مسیح، بگید با صدای بلند، من تو رو به عنوان خداوند و منجی خودم قبول میکنم. این دعا رو در نام عزیز عیسی مسیح می طلبم. خداوند، هر فردی که این برنامه رو نگاه میکنه لمسش بکن به وسیله قدرت روح القدس در نام عزیزت می طلبم عیسی خدا. هللویا. فیض خداوند ما با شما باشه. گفتم بعد از این جلسه ما جلسه اسکایپ داریم، بریم توی نجات تیوی. الان شما عزیزانی که می خواهید با اسکایپ سوال دارید، برید به اسکایپ تقاضا بدید به نجات تیوی و بهزاد جانی داره شما رو قبول میکنه و بعد میتونید بپیوندید به جمع ما اگر سوال و جوابی دارید. این فقط در مورد روزهای چهارشنبه هست. ما ساعت 9:30 به وقت شما توی تهران 9:30 به شب شروع میکنیم، بعد ساعت 10:30 جلسه به وسیله اسکایپ سوال و جواب. این که کسی که بخواد سوال و جواب داشته باشه میتونن به ما بپیوندن. فیض خداوند ما با شما باشه. شراکت روح القدس. مواظب همدیگه باشید و همه احترام بذارید، مخصوصا به اونهایی که سر شما، مخصوصا اونهایی که در اولیای امورن، مخصوصا اونهایی که در قدرتن. برای شباناتون دعا بکنید، برای افرادی که شبانی جون شما رو میکنن. اگر ازتون خوشنود نباشن، انجیل میگه هیچ منفعتی نصیب شما نخواهد شد. اینو من بهتون قول میدم، من برکاتی که توی زندگیم خیلی هاشو دریافت کردم به خاطر این احترامی بود که به شبانم داشتم. این مرد مثل یه پدر من بود و مثل یه پدر باش رفتار میکرد. پولس میگه در انجیل من پدر شما شدم. اینه که بگذارید نادر از زندگی شما خوشنود بشه. فیض خداوند ما با شما باشه. تا هفته بعد در دعا هستیم. بعد از این جلسه اسکایپمون چند دقیقه دیگه شروع خواهد شد. آمین.